شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. ببخشید آقای دکتر قطع شد. اصلا بهتون توضیح میدادم آقای دکتر، حضوری شد و ایشون اومدن. یک روز که ایشون مریض بودن من ایشون رو بردم دکتر، و وقتی داشتن ایشون یه چیزی رو گوشی به من نشون میدادن، گوشیشون رو داده بودم به من دستم خورد و وارد واتساپ گوشیشون شدم، و تو اونجا یه مکالمه دیدم با یه پسری که برام عادی نبود. خب در مورد این که منو بیدار کن صبح و قلب و اینجور چیزایی بود که یه خورده یعنی برای من عادی نبود. من هم چیزی نگفتم و ولی ایشون فهمید و اونجا یه برخورد بدی با من داشت و گفت دیگه نمیخوام این ارتباط ادامه پیدا کنه، در حالی که من چیزی نگفتم. گفتم باشه و اونجا حتی ایشون سرم زده بودن، سرم از دستشون کشیدن و رفتم بیرون. منم چیزی نگفتم، گفتم باشه و رفتم. بعدش ایشون بعد یه مدتی حالوش بکنم 20 دقیقه بعد دوباره به من زنگ زدن که بیا اینجا باید توضیح بدم. رفتم و گفتم این یه ساده است. گفتم من اینجور چیزی حال نمیدونم، من اینجور چیزی تو اینجور روابط نبودم ولی نمیدونم، ولی جوری نشه که من به خانوادم گفتم این موضوع مثلا بفهمم برای رابطه به هم بخوره. ایشون گفتم نفهمیدم. ایشون گفتن این موضوع ساده ایه، یعنی چی؟ یعنی که این موضوعی که همه هست، این دختری با پسری دوسته. گفتم من تا حالا اینجور چیزی نداشتم ولی شما. نه من اصلا بحثی نیست که شما داشتی یا نداشتی. سب کنید عزیزم، چرا ما همش واقعا یه دنیای عجیب. شما حرفتون این است که تو روزی که با من هستی و ما با هم قول و قراری داریم، حتی خیلی بین خودمون یا هرچه، تو قرار نبوده با پسر دیگه اینگونه ارتباطی یا رابطه‌ای داشته باشی و این غلطه. خب و این بده. بله من داشتم نداشتم من کاری ندارم، قبول مثلا قبول دارم بد و قرارش. خب شما ایشون چه توضیحی داشت براش؟ بگه این عادیه. کجاش عادیه؟ من بهش گفتم، گفتم عادی نیست ولی ایشون توجیه میخواستم بکنم و منم چجوری توجیه بکنم؟ من از خون نصب کنیدم، من از خونه تو اومدم بالا از دیوار چیزای خونه شما رو برشتم رفتم بیرون، چه توجیهی براش دارم؟ دزدیه دیگه. ایشون با یک کسی رابطه داره که نباید داشته باشه. تموم شد. خب بعد چی شد؟ بعد هیچی. اون موضوع من حالا گفتم باشه و چشم پوشی کردم. حالا آقای دکتر این بحثا زیاد بود و ایشون بیرون میرفتن، مثلا بعضی وقتا به من نمیگفتن. خب مثلا یه قراری که گذاشته بودیم این بود که هر جا مثلا ایشون گفتن هر جا میری مثلا نمیگفتیم به هم بگو، ولی مثلا زنگ زنگ گفتم من دارم میرم اینجا، من گفت باشه مراقب باش. من همینجور رفتاری داشتم، یعنی هر جا میرفتم میگفتم ایشون هم من فکر میکردم به هم میگن، ولی مثلا بعدا فهمیدم که به هم میگن که من یه جایی رفتم چون مختلط بوده، مثلا دانشگاه پسر دختری میرفتم و فکر میکردم تو دوست نداری بهت نگفتم. و نگاه کن من دوست داشتن یا نداشتنش که من مشکل ندارم، من تو رو اینجا اخیر نگرفتم که بگم اینجا برو یا نرو، گفتم هر جو دوست داری برو. نه، سب کنیم. این استدلال ها غلطه عزیز. من تو رو اسیر نگرفتم یعنی چی؟ پسر و دختری که با هم قرار میذارن با هم آشنا بشن که شاید با هم ازدواج کنن و رابطه رو در حد درست سالمش نگه میدارن، هیچ کدامشون حق ندارن پنهان کنن، دروغ بگن یا به جایی برن که اون یکی دوست نداره، مگر بگن رضایت رو جلب کنن بره. بنابراین مسئله زندانی کردن نیست، همه جا هم تو امریکا هم همینه. شما که نمیتونید با یک کسی دوست باشید بعد یه جای دیگه برید بعد چون فکر کنید اون ناراحت میشه پنهان کنید بهش نگید، پس این چه دوستیه؟ بنابراین شما اولا کار قبلی ایشون اشتباه بوده،
کار بعدی ایشون یا کارهای بعدی ایشون هم اشتباه بوده، با توجه به آنچه که شما درباره خودتون و ذهنیتتون و سابقه گفتید، معلوم این رابطه قرار نیست به جایی برسه، بنابراین باید تمومش کنید به دنبال کاره، بلکه این چیزایی نیست که درست بشه یا خوب بشه. حالا ای دکتر ببخشید، حالا من بعد چون خیلیه نکن یک سال نیم رابطه بوده، خیلی چیزا بوده، ولی میخوام برسم به اینجا که من یه روز فهمیدم ایشون با یک نفر اومدن به من گفتن که با یک نفر دیگه قبل از تو رابطه بودن. که مشکل نداره، من با گذشته شما زیاد کار ندارم، چیزی که تموم شده، ولی الانش برای من مهمه که شما من باشی و تمام. گفت باشه. بعد ها فهمیدم آی دکتر ایشون قبل از این که بیان مثلا من باهاشون بهشون پیشنهاد بدم با یکی از دیگه از افراد دانشگاه هم در ارتباط بودن، خب و بهشون گفتم، خب اینم ایشون به من نگفت، خودم فهمیدم و گفتم در حد دوستی حرف زدن ساده بوده، بعد فهمیدم به دردم نمیخوره، اونو ول کردم، کم کم ولش کردم، اومدم دیگه با تو. گفتم نه آقا اگه با اون تو رابطه ای بودی که نمیگم در حد هم یه دوستی یکم بالاتر، این دوستی تو دانشگاه، مثلا چرا به من نگفتی؟ خب چون که بعض وقتا به اینشون مکال یعنی رفتارش گروه میکنه، من متوجه میشدم یه چیزی به اینشون هست. خب اینو بهشون گفتم و اینم گفتن یه دوستی دو فلانه و گفتم باشه، ولی بعد ها فرد آقای دکتر ایشون با همون نفر قبلی که حالا اسمشون میزنن اکس یا هر چیزی دیگه، با ایشون هم در ارتباطن، یه بار کالمش گوشیشون رو تو تو میشه گوش کنی حرفای منو به جایی که اصرار داشته باشی یک سال و نیم پرت و پلاهایی که بینتون اتفاق. عزیز من، در یه جامعه مانند امریکا نه دوستی پسر و دختر، نه با هم حرف زدنشون، نه با هم بودنشون، نه تو جمع بودنشون مسئله نیست. کسی هم پنهان نمیکنه، دروغ و حق بازی هم نیست، اگرم رابطه ای هست اعلام میکنن، میرن دنبال کارشون. در یه جامعه مانند ایران همه پنهانکار، همه دروغگو، همه، یعنی شروع میکنن همه چیز رو یه جور دیگه جلوه دادن، نه تنها برای دیگران، حتی برای خودشون. عزیز من، ایشون با نوع رفتاری که تا به حال گزارش شما من دادید، اصلا شما با هم به جایی نمیرسید. این مسائل قابل حل نیست، اینا توضیح و توجیه نداره. ایشون در حالی که با شما بوده دلش می‌خواسته ارتباطاتی با دیگران هم داشته باشه و این چیزی نیست که از نظر شما قابل قبول باشه، از نظر من به عنوان یه آدمی که خارج از تازه نه در داخل ایران هم قابل قبول نیست. تموم شد، تمومش کنید بره. شما چونه برای چی می‌خواید بزنید؟ آید دکتر ببخشید، دیگه میشه دو چیز دیگه هم بهتون بگم. ایشون با نفر قبلشون در ارتباط بودن، گفتن یه روز بهشون گفته بودن که میای مثلا بریم، ایشون هم یزدن، خب دانشجوی پزشکیه، گفته بودن که میای یزد براتون بلیط بگیرم با یه لفظ عزیزم و ایشون هم قلب و اینا داده بودن. من دیدم خیلی ناراحت شدم، گفتن ایشون سرطان دارن و من به خاطر همین باهاش یه خورده حرف میزنم اینا. گفتم خب باشه، هر کسی حال سرطان داره که نبود عزیزم و جانم، حالا میتونه یه جور دیگه حالشو بپرسه. گفتم ولش کن، گفت نه و آره، من دیگه چیزی نگفتم راستیتش. اینا گذشت داری دکتر، منم الان یه جوریه که واقعا دو دل شدم. اصلا دو دلی نداره، اصلا باورم. عزیز من، تمام آدم ها وقتی گیر میافتن میگن این پسره یا این دختره دوست پسر دختر داره، یا اصلا نمیدونم هم جنس گراست، یا سرطان داره در حال مرگه، یعنی اینا همه بازی و حقه بازی هست. از 100 تا 99 تاش دروغه. مثلا همونطور که خودت گفتی یه کسی سرطان داره، چرا آدم باید بره دوستش بشه، عزیزم جانم به جنس مخالف بگه؟ خب سرطان به خاطر اون که دیفه عزیز دل نمیشه، محرم نمیشه. آقای دکتر شما این چیزی معمولیه، تو برای کاملا حرف دختر خانم درسته، معمولیه، برای که همه دروغ میگن پنهان کار هستن، ولی تو نیستی. بعد از اون این دروغای او برای تو آشکار شده دیگه، کافیه، بس تمومش کن ازم. دو دل هست مثلا ترجمه بله. یه بار دیگه توی دانشگاه یه گروهی هست، تو چه اصرار داری؟ عزیزم نصف اینا برای من کافیه که تو رابطه رو به هم بزنی، تو چرا اصرار داری یه اسناد دیگری بیاری؟ حکم محکومیت ایشون و به درد نخوردن شما دوتا به هم مشخصه. شما اصلا میخواین سومی و چهارمی و پنجمی مثال هم بزنی؟ تازه اینا چیزه است که تو میدونی.
اصلا چه اهمیتی داره؟ چون خیلی رو گوشیشون حساسه آقای دکتر، یعنی نمیدونم یه لحظه پیش من تنها بمونه. من این درک کردم ایشون، من اصلا تو رو باور نمی کنم عزیز. من نمیدونم، ببینید اشکال کار آدمای اینه بگو عزیز. بله حرف شما واقعا درست متینه. الان من یه مشکلی که دارم، نمیدونم چه جوری باید این رابطه رو تموم کنم راستیتش، چون یک سال خورده یه ملق میزنی، یه ملق میزنی، نمیدونم دو لیوان آب میخواد چجوری تمومش کنی؟ چیه خانم، ما به هم و به درد هم نمیخوریم، خداحافظ. چجوری تمومش کنی؟ جور نداره تموم کردن. به نظر میرسه که به تو چه مربوطه؟ به تو چه مربوطه؟ ایشون به دیگران هم همینجوری وابسته است. اصلا من باور نمیکنم. تو چرا خبری داشته که کسی تو رو دوست داره و چون تو رو خیلی دوست داره تو هم باید رابطه رو حفظ کنی؟ این که تازه با کسای دیگه هم هست. اصلا باور نمیکنم شما. ببینید چقدر واقعا امیدوارم شنوندگان عزیز بدونن چرا اون ابسولوتی، اون حتما نگاه پدر و مادر رو ببینید درباره رابطه و خانواده مذهبی، برام این نتیجه. آره حرف این است که ما به هم نمیخوریم، به درد هم نمیخوریم، خداحافظ. اون وقت آقای دکتر الان من به میخوام که چیز کنم، الان خودم باید چی کار بکنم؟ چون خودم هم زیاد آدم های اطراف، زیاد آدم اطراف ندارم، یعنی ندوست، شاید یکی دوست خیلی صمیمی داشته باشم. خب معلومه نداری، برای که اون پدر و مادر با اون با شما هم صبر کنه. شما هم یک یه روانشناس آقا پیدا میکنی، نه مذهبی، علمی، علمی نه، علمی پیدا میکنی، با او یه کمی کار میکنی. دوم با یه مقدار دوستان پسرت، نمیخوام بری سراغ دوست دختر، تا 6 ماه اصلا نمی، با دوستان پسرت که اینور اونور میرن با اونا هستی، ببین اونا چگونه زندگی میکنن تو آلودشون نشو، تا بعد از 6 ماه ببینی و کمکی هم که از روانشناس گرفتی که پرس کن توی این مدت 20 جلسه 25 جلسه او رو دیدی، کمکت میکنه یه نگاه واقع بینانه تری داشته باشی. زمنان تو ایران یه مقدار هم درباره تیپای شخصیت، هم درباره حرمت نفس، هم درباره چرا ازدواج چرا طلاق، 50 باید نباید، سیدیا هست، حتی بعضیش هم به صورت کتاب در اومده در ایران، ارزان هم هست، لطفاً بگیر بخون یا بشنو. فعلا هم برای مدت 6 ماه مغازه نمیدونم خواستگاری و خوش آمدن رو ببند، با یه دکتری حداقل 20 جلسه 30 جلسه صحبت کن، اینا رو هم بخون، یه نگاه دیگری خواهید داشت. الان هم این موضوع تمام شده است، این موضوع بادکنکی است که ترکیده، هی کوشش نکن یه جوری بادش کنی، نمیشه. و تمامش کن، بره خودتم آسوده کن، مسئولیتی هم نداری تو. بله چشم کنم دکتر، خیلی ممنون شدم. خواهش میکنم، نه عیبی داری نه ایرادی داری. تو این ماجرا اون دختر خانم به هر حال یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنه، اونم عیب و ایرادی شاید در یه چارچوبی نداره، ولی شما به هم و به درد هم نمیخورید. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خیلی ممنون از شما آقای دکتر. خواهش می‌کنم. مواظب. مرسی. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خسته نباشین. خیلی ممنونم از برنامه خوبتون و کمک‌هایی که شخصا به من کردین توی تمام زندگی. آقای دکتر من 32 سالم هستش، از کانادا تماس میگیرم، اینجا تنها زندگی میکنم، یه پسر 17 ساله دارم، البته با دخترم، و یک دختر 13 ساله دارم. چه مدلیست کانادایی؟ من تقریبا 6 سال هستش که کانادا هستم و فرزند هفتم از 8 فرزند هستم. سوال من در مورد نه راجب شوهر همسرتون بفرمایید. من جدا شدم، توی 13 سالگی ازدواج کردم، از همسر اولم یه پسر داشتم و توی 17 سالگی جدا شدم، دوباره توی 18 سالگی ازدواج کردم و توی 21 سالگی 22 سالگی جدا شدم که یک دختر دارم از اون ازدواج. خب شما از چه طریق شما از چه طریق آمدید کانادا؟ آقای دکتر من واقعا نمیدونم بگم تلاش های خودم بوده یا اینکه بگم شانس آوردم یا اینکه بگم خدا دلش برای من سوخت، واقعا نمیدونم، ولی
یه جورایی به صورت خیلی اتفاقی همه چیز دست داد دست هم و من سر از کانادا در آوردم. البته خواسته خودم بود چون راهی دیگه توی ایران نمونده بود برام. اگه اجازه بدید شما بعد نه هنوز یه مطلب شما بعد از جدایی بچه‌ها با شما زندگی می‌کردن؟ نه خیر، من پسرم رو بعد از 2 سالگی دیگه هیچ وقت ندیدم، دخترم رو با خودم نگه داشته بودم زندگی میکردیم که 6 سالش که بود. همسر دوم هم ایشون رو از من گرفتن، من تنهایی اومدم کانادا و حتی با شما صحبت کردم، ایشون یک پول زیادی رو از من میخواستن بابت این که بخوان دخترم رو بهم بدن و خب من اون پول رو جور کردم دادم و خوشبختانه دخترم رو بعد از 2 سال گرفتمش از همسر دومم. الان چه مدتی است بر روی شماست؟ دختر من دیگه تقریبا 4 ساله. پسرتون چی؟ آقای دکتر دقیقا صحبتم در مورد همین موضوع هستش. من بعد از اینکه یک مقدار سر عقل اومدم و یه جورایی به قول مادرم درکش بودم و تونستم پس زندگی خودم بر بیام، توی 21-22 سالگی بعد از جدایی همسر دومم سراغ پسرم رفتم، ولی متاسفانه زورم نرسید که بخوام حتی آدرس پسرم رو پیدا کنم و اگر هم این کار رو میکردم خب میدونستم که سالهاست با اونها زندگی کرده، عادت کرده و به خواهش و تمنای پدر همسر اولم مانع شدن از این در واقع ارتباط گرفتن و من هم دیگه رها کردم چون اون توانایی و اون قدرت رو نداشتم که بخوام بجنگم، حامی نداشتم، چیزی نداشتم. به هر حال رهاشون کردم و ایشون هم زندگی خودش رو میکرد. خب یه خانواده‌ای بودن که خیلی سرشناس و از لحاظ مالی خیلی خوب بودن، تا اینکه چند وقت پیش به شما زنگ زدم گفتم که یک پیغام پسامای اومده که پسرت دنبالت میگرده و به کمکت نیاز داره و شما گفتین که رها کن و دنبالش نرو، اجازه بده که خودش بیاد. و میتونم بگم متاسفانه یا خوشبختانه پسر من خودش یک روز توی اینستاگرام من رو پیدا کرده بود و به من پیام داده بود، حالا نمیدونم پدرشون بهشون گفته بود یا هر چیزی، و دیگه خب من هم باشون ارتباط گرفتم و صحبتم سر همینه که همون شبی که من باشون ارتباط گرفتم از خونه فرار کرد و گفتش که من میخوام بیام پیش تو و خانواده تو و من خیلی شوکه بودم، اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. خب با خواهرم تماس گرفتم چون من فقط توی تمام اعضای خانوادم با یه خواهرم خیلی راحت هستم، با بقیهشون ارتباط خوب دارم ولی خب هیچ وقت ازشون کمکی نخواستم. رفتن اونجا، خب آقای دکتر قبل از اینکه بیاد پسر من و من ببینمش همیشه باشی رویاهایی ساخته بودم، همیشه تو قلبم خیلی دوستش داشتم و تلاش میکردم لااقل یک مادر شایستهی باشم که اگه بعد از سالها برگشت بتونه با افتخار تقریبا یه جورایی بگه که این مادر منه. ولی متاسفانه با مشکلات خیلی وحشتناکی روبرو شدم و تصمیمی نگرفتم. من نفهمیدم اولا کی پسرتون داستان خواهرتون اینجا اومد تو صحنه و رفت. پسر شما با شما تماس گرفت، گفت با شما حرف زد، گفت من میخوام بیام کانادا؟ گفتش که من میخوام بیام پیش شما چون همسر اول من. مسئول از شما یعنی چی؟ شمایی نیست. بله پیش تو و پیش خانواده تو. بله خانواده شما کانادا هستن؟ نه خیر ایران هستن. خب پس چی میگه میخوام بیام پیش تو و خانواده تو؟ گفت میخوام دیگه نمیتونم با پدرم زندگی کنم چون ایشون فهمیده که من با تو در ارتباطم، من از خونه انداخته بیرون و من جایی ندارم. آیا پدر شوهر سابق شما یا پدر پسرتون فرزندتون از خونه انداخته بود بیرون یا دروغ میگه؟ بله انداخته بودشون بیرون. یعنی یه پدری که اونجوری فرزند را از شما گرفته در 17 سالگی چون بچه گفته من با مادرم تماس گرفتم از خونه انداختهش بیرون، شما حالتون خوبه؟ یعنی داستان کسی باور میده؟ آقای دکتر اجازه بدین یه توضیح کوچیکی بدم که دقیقا بهتون بگم چرا باور نکردم هیچ وقت، در واقع پسرم رو باور نکردم هیچ وقت. و اگه اجازه بدین یه توضیح بدم، متاسفانه همسر اول من به شدت رفتارهای
بسیار عجیب غریبی با من انجام دادن. یعنی من از سن 13 تا 17 سالگی هیچ فرقی با اسارت نداشت زندگی و هیچ وقت نتونستم به زبون بیارم، انقدر غیر قابل باور بود اتفاقایی که برای من افتاد. و خب من با خانواده‌ام هم قطع ارتباط کرده بودم به خاطر همسرم، مهریم رو بخشیدم به خاطر همسرم، به خاطر اینکه بخوام زندگی کنم، چون همیشه یادم تو اون سن حس میکردم هیچ جایگاهی تو خانواده‌ام ندارم که تو این سن راضی شدن که من ازدواج کنم. و آخه اینا چیه سر هم میکنی عزیز؟ یه دختر 13 ساله یه یاقی رفته با یه آدمی ازدواج کرده، بعد من در خانواده‌ام جایگاهی ندارم، بعد آمدم بچه‌مو دادم به یه دیوونه، خودم رو خلاص کردم رفتم توی ازدواج دیگه. نه خیر آقای دکتر، اینجوری نبوده. ازدواج من کاملا سنتی و خانوادگی بودش و من اصلا هیچ عقلی پس بنابراین این که خانواده من برای من ارزشی قائل نبودند و بنابراین من اونجا جایگاهی نداشتم، یه خانواده سنتی اومدن دختر 13 سالشون رو به یه آقایی دادن، چرا اون دختر در خانوادهش جایگاهی نداره؟ خب حتما علاقه به من نداشتن. یعنی چی؟ من میخوام بذارم شما داستان نه ببینید عزیز، من شما رو خط رادیویی، من اگر فکر کنم یه داستانی دروغه و اصلا معنی نداره، دلیل نداره که فکر کنم میخوام راجبش وقت تلف کنم، ولی کسا اینا به هم نمیخوره. یعنی شما یه حرفای اصرار دارید بزنید بی معنی، ولی که کاملا پیداست یه دختری هستید که احتمالاً این انتخابا رو خودتون کردید، بعد در اومدید، بعد طلاق گرفتید، خودتون دارید میگید با خانوادهتون تقریبا قطع رابطه کردی غیر از یه خواهر، یا حداقل بهشون کاری نداری، این شمایید که این کارو کردید. الانم شما در کانادایی فرق کنید. نه فرق یعنی چی؟ چطور شد برای ازدواج و بچه دار شدن 13 سالگی مهم نبود؟ جالبه ها. ما برگردیم میگیم من بچه بودم ولی خب ازش رابطه جنسی برقرار کردم، بچه بودم مواظب نبودم مادر شدم، خب اونا رو چی؟ شما که نمیتونی با یه لغت 13 این خط بکشی. بله من اصلا حرفی ندارم که شما توی مهمونی این داستانا رو تعریف کنید، ولی من اینجا یه مسئولیتی دارم عزیز، من نمیتونم یه مقدار داستانی که به هم نمیخوره، اصلا به هم نمیخوره. بله اگر اشتباه نکنم شما گفتید اون خانواده وضعشون خوب بود، خب پسر شما تو خونه چرا باید رنج ببره؟ برای چی باید بخواد فرار کنه از خونه؟ یا بعدن اینکه بخواد بیاد پلوی شما رو میتونم بفهمم، اینکه بخواد بیاد کانادا رو متوجه هستم، ولی اینکه بگه من میخوام به خانواده تو برگردم، پسری که اصلا مفهومی از خانواده خودش نداره، مادرش نیست، حالا میخواد بره پلوی خالش یا نمیدونم داییش که براش معنی دارن که من میخوام به خانواده برگردم. نه نه مشکل نیست. نه ببینید عزیز، ما میریم پیام وار میشتویم و برمیگردیم، شما لطف کنید به من بگید مسئله اون بحثا رو نکنید، مسئله الانتون چیه یا پرسش الانتون چیه؟ با کمال میل در خدمتون هستم، ولی در این که اینجا خیلی چیزا شلوغ پلوغ و بی‌معنی شده حرفی نیست. و اگر شما من تلفن کردید و اون زمان خدمتون گفتم کاری به کار این پسر تو این سن و سال نداشته باشید، به دو دلیل بوده، یکی این که من نمیدونستم اونجا چه خبره و در زندگی پسرتون، دومی که نمیدونم شما چگونه توان این دارید که در کانادا یه همچین پسری را ازش مواظبت و مراقبت کنید. یعنی میاد همه چیز از جمله دخترتون رو و زندگی اونم میتونه به هم بریزه. موضوع بسیار حساسه، یه جراحی بسیار بسیار ظریف و دقیقه که جز بر مبنای واقعیت ها، اونم با یه دقتی و حتی یه وسواسی نمیشه راجبش تصمیم. آقای دکتر حالا که شما به من یک ساعت وقت میدین، بهتره که من فکر میکنم یک مقدار از ابتدا برگردم به عقب و خیلی دقیق همه چیز رو توضیح بدم که چه چیزایی رو توضیح بدید عزیز. چی شد که من چرا ازدواج کردم؟ یعنی چی شد ازدواج کردم؟ شما در 13 سالگی به گفته خودتون به صورت سنتی ازدواج کردید؟ بله. چه اهمیتی داره که چی شد؟ مگر اینکه بگید من حامله شده بودم مجبور بودم؟ نه خیر، نه اصلا اینجوری نبود. خیلی خوب، بسیار خوب. شما نصب کنید عزیز، شما در 13 سالگی ازدواج کردید، 17 سالگی جدا شدید در حالی که یه پسر داشتی، پسرتون بله. رو اون پدر نگه داشته و نگذاشته با شما در ارتباط باشه، درسته؟ بله، البته من جدا نشدم چون من مهریه و همه چیمو بخشیده بودم، یعنی خواسته همسرم بود و ایشون چون خیلی بیمار بودن، یعنی مشکل بزرگ من همینه، من نمیتونم به ایشون تگ بزنم بگم بیمار بودن، ولی
رفتارهای به شدت آخه من نمیخوام بگم چرا جدا شد، من که بحث جدایی نمیگم چرا جدا شد، فقط البته شما هر چی ایشونو خراب کنید بیشتر میگم شمایی که میتونستید بچه‌تون رو بگیرید باید میجنگیدید میگرفتید تا اینکه بدیش دست واقعا تا افسر نداشتم آقای. بسیار خوب تموم شد، تموم شد، قبول ده. تموم شد. اما شما یه سال بعد باز رفتید ازدواج کردید و از این ازدواج هم بلافاصله نه خیلی به میل خودم نبود، چون مادر من و خانواده من نمیتونستن یه دختر 18 ساله مطلقه رو نگه دارن. بسیار قبول. شما رفتید ازدواج دوم کردید و بلافاصله صاحب دختر شدید، درسته؟ بله، متاسفانه یا خوشبختانه به صورت خیلی ناخواسته. بعد که چهار سال بعدم نه ولش کنید عزیز، 4 سال بعدم از اون آقا جدا شدید. بله. بعد دخترتون با کی موند؟ دخترم با خودم. پس بنابراین دخترتون اومد با شما زندگی کرد و شما او رو داشتید، چون الان گفتید اگه اشتباه نکنم 14 سالشه، بنابراین شما بودید تا اینکه شما تنهایی پاشدید آمدید کانادا، درسته؟ بله، چون پدرش دختر به کیسه بود. نه دختر به کیسه بردید؟ به کسی نسپردم، در واقع ولش کرد تو خیابون. من گرفتم. بله، نه خیر آقا دکتر. کی گرفت از شما؟ سال اصلا نچرخونه. بسیار خوب، بنابراین دختر رو به پدر دادید، خودتون آمدید کانادا. 2 سال بعد دخترتون رو از ایران آوردید به کانادا، درسته؟ بله. بسیار عالی. حالا پسر 17 سالتون با شما تماس گرفته که من میخوام بیام کانادا. اینم بله. درسته؟ خیلی خوب. بله. حالا موضوع و مسئله چیه؟ موضوع و مسئله اینی که من خیلی از پسرم میترسم. و حتی پیش روانشناس هم رو فرستادم. شما حتما نباید بیاریدش اینجا، برای که زندگی شما و دخترتون هم ویران میکنه هر کاری میخواید بکنید. تا زمانی که خوب نشده، اگر امیدی هست خوب نشده و بعد بیاریدش اینجا، شما هیچ کنترلی روش ندارید، فقط میتونید با دردسر رو بروشید. این که به من میگید قبلا زنگ زدید و معلومه پرفوه این است که به هیچ وجه نیاریدش، برای که آوردنش او رو از پا در میاره، شما رو هم از پا در میاره، دخترتون رو هم از پا در میاره. هیچ کار غلط بدیست. و آقای دکتر، من یه چیزی که احساس میکنم، البته با تستایی که پیش روانشناس اینا هم دادم و با مشاورم، چون خب خیلی صحبت کردم در مورد ایشون، گفتن که ایشون یه بیماری روانی گنگی داره، ولی انقدر باهوشه که خیلی داره فیلم باز، خیلی نقش داره، خوب بازی میکنه و همه چیزو داره پنهان میکنه. خب مثلا توی خاطراتش میگفت که من 12 سالگی الکل خورده، نمیدونم چاقو کشی کرده، تمام رفتارهایی که پدرشون در واقع انجام داده بودن ایشون هم داره دقیقا همون کارا رو میکنه. یک جوری شده که مرور زمان که میگذره، من با ایشون تماس تصویری که میگیرم وقتی میبینمش حالم بد میشه، چون یاد یه سری چیزا میافتم. حتی الان خونه مادر من موندن که من اصلا راضی نبودم، که چون همچین کاری خانواده‌ام بخوان برای من انجام بدن، ولی مثلا شوهر خواهر من چاقو کشیده، خواهرم و شوهرشون یه دعواشون شده بوده، چاقو کشیده و اینها حال منو دائما بد میکنه و نمیدونم اصلا باید چی بهش بگم. بگم که برو خونه پدرت، نرو خونه پدرت. و شما چرا فکر کنیم با حرفتون بگید پیچی؟ شما اگر فکر میکنید که خانوادتون رو داره اذیت میکنه که قرارم نیست اذیت کنه، بگید برو خونه پدرت. ای میره خونه پدرش، و اگر پدرش راش میده، و اگر نمیده چی؟ همون، چون میگه پدرم رام نمیده، پدرشون هم شد. بنابراین پسر شما میمونه خونه خانوادتون، ولی به اونا میگید اگر از یه حدی گذشت حتما با پلیس تماس بگیرن، لازم شد بره بیمارستان، بره زندان. درست. و اینکه آقای دکتر، من فقط از یه چیزی میترسم که یه وقتی در نقش یه مادر که نبودم، حالا بچه یکی به دنیا آوردم، بخوام خدای نکرده بی‌عدالتی کنم، چون خیلی تلاش کردم لااقل به قول شما خوب خودم باشم، خیلی تلاش کردم از یک دختر شکسته داغون بی سواد از یه خانواده عجیب غریب بخوام یه چیزی بسازم که لااقل یه احساس خوب تو زندگی داشته باشم. برای این خیلی زحمت کشیدم و خیلی میترسم از اینکه این زندگی که الان دارم بخواد از هم فرو بپاشه.
و از طرف یک مقدار عذاب وجدان کوچولو دارم. البته هیچ موقع من تو زندگی به احساسی تصمیم نگرفتم و سعی کردم با منطقم جلو برم، از مشاوره کمک گرفتم، ولی این عذاب وجدانی که گاهن میاد سراغم نمیدونم باید باید عذاب وجدان رو عذاب وجدان سراغ شما اگر میاد بکشید. منم دارم یه 20 جون من عذاب وجدان، ولی کار بد و غلط که نمیشه کرد. من که نمیتونم موجب مرگ اعضای خانوادم یا پرهم پاشیده شدن زندگیم یا اینجا دخترم آسیب بخوره. عذاب وجدان داره تیراش باشید. عذاب وجدان تو چوری میتونی جبران کنید؟ عذاب وجدان رو نه با آوردن پسرتون میتونید اینجا جبران کنید، نه پاشن رفتن ایران و با او زندگی کردن. تموم شد. راهی شما ندارید. خب پس چی میگید؟ شما اینجا هستید با دخترتون، اونم اونجاست، یا سر عقل میاد و به راه میاد با کمک خانوادتون، پدرش، خودش، هرچی، یا نمیاد به بیراهه میره، میره یه جوری از پا در میاد. کاری نمیتونید بکنید؟ بله درست میفرمایید. دقیقا این چیزی بود که فقط میخواستم از زبون شما بشنوم و مطمئن باشم که من تصمیم بیرحمانه‌ای نمیگیرم. تصمیم همراه با رحمتون چیه؟ بیارتش کانادا؟ شما شوخی دارید؟ نه خیلی اصلا. پس چی میگید هستید؟ پس چی میگید؟ بنابراین من و شما تو زندگی مسئول و مقصر برای کاری هستیم که غلطه، بده، به عمد میکنیم، علیه کسی میکنیم، گزینه های دیگری داریم. بنابراین من وقتی که باید بگذارم ببینم فردا صبح خورشید طلوع میکنه یا نمیکنه و من نقشی در طلوع و غروب خورشید ندارم، من که نمیتونم با اون بازی کنم. شما هم این ارتباط رو با پسرتون هر جور دلش خواست تلفنی برقرار کنید، ولی هرگز تحت تاثیر قرار نگیرید که از اینجا بخواید تصمیم بگیرید، یا حتما و هرگز تا زمانی که دوتا روانپزشک ننوشتن حالش خوبه، مساعده، درسشو خونده، میتونه بیاد، که به نظر من اتفاق نمیفته، نیاریدش. به خانوادتون هم تحمیل نکنید، اونا هم هیچ مجبور نیستن. با یه پسر اینچنین یاقی که شما صحبت میکنید زندگی کنن به صرف یه ارتباط غلط بیمارگونه‌ای که در 17 سال قبل بوده، کاری هم براش نمیتونن بکنن، چون اگر دو تا زن و شوهری که هر دو روان پزشکن اونجا بودن، با پسر شما نمیتونن سر کنن، چرا به پدر مادر شما که قبلا نشون دادن چقدر دانا و آگاه هستن، اونم با توجه به شرایطی که دارن. بنابراین شما ابدا دخالت نکنید. حرف این است که اتفاقی است که افتاده، یه فاصله ای اینجوری به وجود آمده و اینو همچنان حفظ کنید و این ارتباط خونی رو مبنای هیچ تصمیم و قضاوتی که خطرناک و ویرانگر قرار ندید. تکرار میکنم، اینا خطرناک و ویرانگر، از صحنه بیاد بیرون که عذاب وجدان چند ده برابر پیدا نکنید. به خانوادهتون هم بگید انتخاب با شماست، تصمیم با شماست، هر کاری که دوست دارید و درست میدونید انجام بدید. منم هیچ نظری ندارم و هیچ قضاوتی هم راجع به شما ندارم. امیدوارم که پسرتون به راه بیاد و از این وضعیت خارج بشه که بشه بهش روش حساب کرد و رفتار علاش باشه، ولی اگر نه این گونه که شما میگید که معلوم نیست که چه خواهد شد. بله فقط آقای ببخشید، من یه چیز دیگه، مشکل دیگه هم که الان دارم اینه که پسر من پسر من چون پیش مادرم هستن، حالا من نخواستم خیلی به قول شما نفش قبر گذشته رو بکنم، مادرم بیشتر به خاطر اون حس عذاب وجدان و اون هیجانی تصمیم گرفتنهای همیشگیش خیلی به من دروغ میگه و رفتارهای ایشون رو در پوش میذاره. یعنی شما برقش چیه؟ ایشون عزیزم یه بطر عرق خورده، اون میگه یه گیلاس خورده، اون هفته پنج شب میخوریم که دو شب شو. فرقش چیه؟ بذار اونا با هم خوب و خوش باشن. وقتی میگه پسر قابل قبول و قابل تحمل، شما چرا میخواید حالا یه چیزی از توش در بیاد؟ چه فرقی میکنه مگر شما میخواید میزان دواشو تغییر بدید؟ آخه این کنجکاوی ها برای چیه؟ این اظهار نظرها و عقیده ها چیه؟ مادر شما دلش خواهد، اگر مادر با بودن او راحته و فکر کنه کار درست و خوبی میکنه، اگر پسرتون اونجا هست به هر حال آسیب و خطر کمی برای خودش و دیگران داره، چه بهتر. شما برای چی میخواید این کار دخالت کنید؟ شما وقتی مادر میگه اصلا پسر خوبی است و چنین و چنان نیست، برش دستم بزنید و او رام بکشید و بانمود کنید، همینه. اما نتیجه نگیرید پس من بیارمش کانادا. نه اصلا بابا بدم اون شد من نگرانید.
آقای دکتر من وقت دارم یه صحبت کوچیکی راجع به خودم هم بکنم؟ اصلا خودتون میگید چی بگید؟ یه دختر کاملا هیستریانیک با زمینه‌های خفیف منیک دیپرشن چی میخواید بگید؟ نه دیگه هیچی دیگه باز بعد موضوع باشید دست گلاب ندید، نگران عذاب وجدانتون نباشید، علاوه ما همه هم قرار عذاب وجدان بکشیم برای که هزار تا کار رو به خوبی که باید انجام میدادیم انجام ندادیم. دست از بازی هم بردارید ویل کنید عزیز، تموم شده اون رابطه در ایران، تموم شده. شما اینجا مواظب خودتون و دخترتون باشید، حداقل یکی از این محلکه از این آتش سوزی که همه سوختن و آتش گرفتن و دیگه دست و پای سوخته دارن، حداقل یکی میخواد سالم بزنه بیرون، هم دخترتون رو بذارید حداقل این بیاد راحت بیرون و این رو هم به آتش نکشید. همین، حرف دیگه‌ای هم نداره. هیچ وقت هم قصد نجات دهنده و نمیدونم کمک کننده و اینا نگیرید به خودتون، بی خودی هم عذاب وجدان نکشید. اگرم میکشید بکشید، هر شب روزی یه دو ساعت عذاب وجدان بکشید، بعد از کشیدن عذاب وجدان بگیرید بخوابید، بازی هم در نیارید. دختر باهوشی هستی، یه جوری خودتو میتونی نجات بدی، خودتو دختر فعلا نجات بده، بقیه رو بگذار هر کار که خودشون میخوان بکنن و هر اتفاقی هم که افتاد بپذیر. یادت باز باشه، تکرار میکنم، دخترت رو، پسرت رو به کانادا نیار و الا همه چیز رو نابود میکنی. بله میدونم آقای دکتر. سوال خودم رو هم نپرسم یا بپرسم؟ نه چه سوالی نده، چه سوال داری؟ و سوال تو بپرس، داری که بقیه هم بدونن چقدر حرفت. بله. هم یک بحث کلیه بی خودی. آقای دکتر من حالا میگم که خب به این مسئله کاملا عادت. سوال تو بپرس. سوالم این هستش که من بارها و بارها توی زندگیم پیش روانشناس و مشاوره رفتم و تست های خیلی زیادی هم دادم و بنا به شرایطی که خودم میدونم که چجوری خودم رو نجات دادم از همون سن 6-7 سالگی، خب همیشه رو به خوب بودن، یعنی نه که خوب، ولی خب تونستم خودم. دکتر قرار شد سوال تو بکنی، من برای سوال دیگه اصلا تو مقدمه نشی. سوال روانشناس و مشاوره‌ای که رفتم همیشه به من گفتن که حالت خوبه و همه چی خوبه و همین جوری برو جلو، از این که آسیبی به دیگر نزنی، همه چی اوکیه، نه نیاز به دارو درمانی داری نه بگی چی. ولی یه چیزی که هست اینه که خودم توی جایگاهی که الان هستم و اون شرایطی که تو زندگیم پیش اومده و خودم به یاد می آوردم همیشه و گاهن، حالا خیلی تو گذشته واقعا زندگی نمی کنم، باورم نمیشه که چطور یه همچین آدمی میتونه جون سالم به در ببره، چطور یه همچین آدمی میتونه روحش آسیبی ندیده باشه. یعنی چی گفت؟ اولا روح آسیبی بیرون ندیده ندونیم، شما حالتون خوب نیست، ولی روانشناسا گفتن کاری هم برای خودتون نکنید، دست از بازی بردار عزیزم. خب من میرسم سوال بی خودی، چون نمیخواستم جواب رو. یعنی سوال تو این است که روانشناسان میگوین تو حال عادی داری ولی من خودم فکر کنم مریضم. حالا فکر کن بازی در نیار، بسه دختر، بسه بازی، واقعی باش، سر رو نیار، به موضوع دخترت باش، فرنم در کانادا خوب و خوش باش تا ببینیم بعدا چه میشه. ممنونم آقای دکتر، مرسی از وقتی که برای من گذاشتی.